حتما حتما این کارو بکنید، نه اشتباه نکنید، اول ترورم بکنید بعد از اینجا افادم کنید. بله بله بله، انتقامو باید گرفت. بله بله آقای محترم، به همون شخصی مراجعه کنید کتابتون بهش دادید، همون کتاب شما رو رد کرده. میدونید که فشار خونتون خیلی بالاست. بله مارتا، بله. چطور میتونم با یه آدمی که انقدر پر رو بیادبه کنم؟ چهار کلمه باهاش دیالوگ برقرار. صبح تا شب با این حرفای بی سر و ته داره میتونه نگه. اصلا بدتر اینا. من از شما خواهش کرده بودم که دیگه عصبانی نشید. حداقل امروز. مارتا حال دخترتون چطوره؟ بد نیست. خوب میشه مارتا، خوب میشه. امروز هم زنگ بزنیم به رستوران یه جای خوب برای نهار رزرو کنیم. نهار؟ لطفا. ولی من اصلا حال حوصله نهار خوردن ندارم امروز. حتی قرار بود امروز نهار رو با هم بخوریم. جواب این یارو رو چی بدم؟ کدوم یارو؟ گفتم بهت، میگه که اومده میخواد با شما صحبت کنه. کی هست؟ نمیدونم، تا حالا ندیدمش. یه کمی عجیب غریب به نظر میرسه. فکر نمی کنم نویسنده باشه. امضا کنم. نه مارتا، حتما نویسنده است، حتما نویسنده است. این روزا همه می نویسن و هیچ کس هم شکل و شمایل نویسنده ها رو نداره. هرچی کمتر نوشته باشن بیشتر شبیه نویسنده ها. باز که دارین خودتون رو ناراحت میکنی. بهش بگید من اینجا نیستم. گفتم، میگه میدونم اینجا نیست، ولی بهش بگید بهتره منو بپذیره. به شما چی گفت؟ میگه با اینکه اینجا نیستید اونو بپذیرید، چون به خاطر کار خودش اینجا نیومده. پس به خاطر کار کی اومده؟ نمیدونم، دو تا چمدون بزرگ درب داغون هم دستشه. چمدون؟ تا دیروز که نوشته رو تو پوشه می آوردن. حتما از شهرستان اومده، شاید از اقوامتون باشه. اقوام من یعنی چی که اقوام من؟ برای چی اقوام من؟ من اصلا منظور بدی نداشتم، من فقط میخواستم مارتا بگم من منظورتون رو دقیقا خوبم متوجه شدم. شما هم دارید دقیقا همون چیزی رو فکر میکنید که دیگران دارن در مورد من فکر میکنن. من آدم اگه 100 سالم تو این شهر زندگی کنه باز میگن چیزای خوبی که یاد گرفته مال شهره، چیزای بدم خوش از ده آمد. انسان همیشه تفکراتش رو پشت کلماتش پنهان میکنه. مارتا حتما خاطرم نیست این جمله مالکی، ولی هرچی از اونها چندین بار تو زندگی خودم تجربهش کردم. برای چی؟ یه آدمی که عقب افتاده است، اونم با دو تا چمدون، این وسط باید فامیل من باشه مارتا. ببخشید، گفتم که ببخشید. به شما چی گفت؟ کی؟ همین شهرستانیه. پرسید تئا اینجاست، میگه مادرتون همیشه شما رو به این اسم صدا میکردید. تئا بگید بیا تو ببینم، و کسی بهش گفته که مادر منو به این استدعا میکرده دیگه. اینجاست. سلام. سلام، بفرمایید. شما من نمیشناسی؟ نه خیر. شما واقعا من نمیشناسی؟ من خیلی عذر میخوام، شما رو به جا نمیارم. ایرادی نداره بچه هم زنا رو بذارم زمین. آقا من فکر کردم که شما من رو به جا بیارین، به خصوصی دو سال آخر که دیگه براقره سایه به سایه همراهتون بودم. ببخشی شما آقایه؟ یه دوست دوران سربازی. نوشته های خودتونه. یه دوست دوران سربازی. نوشته های من؟ آره دیگه. ببینید قصه اینجوری شروع میشه که یه روزی یه نفری شما رو تو خیابون میبینه که بعد میاد جلو بغلتون میکنه، ماچتون میکنه، بعد ازتون میپرسه که آیا هنوز اون یارو دیوونه رو میبینی یا نه، که شما میپرسی کدوم دیوونه رو؟ کدوم دیوونه رو؟ آره دیگه، که اون میگید همون دیوونه دوران سربازی رو، که شما خوشحال میشی اطلاعاتی به دست آوردی، میگی آره میبینمش، چرا نبینمش؟
که من دیگه کدومشون رو بیشتر میبینی؟ که اون روزم قیافتون تو همین مایه ها بود، یعنی داشتی فکر میکردی که یارو رو به خاطر بیاری، که بعد گفتی که از بچه اون دوره مارکو کاستاکو میبینم، که یه روز از این خنده که با اون مارکو کاستاک که منم. شما خیلی خندیدین اون روز. البته خب منم خندیدم. داستان جالبیه ولی متاسفانه نوشتای من نیست. خب ولی گویای حال و احوال شما که هست. ببینید من خواهش میکنم که از من نپرسی که دوستان دوران سربازی دستم یا نه. عذر میخوام، شما کی هستی؟ لوکا لابان. لوکا لابان. لابان. آره؟ لوکا لابان. البته اینجوری شما منو به خاطر نمیارید. عذر میخوام، فکر نمیکنید که اشتباهن اومدید اینجا، چون تو این ساختمون چند نفر دیگه هم اسم من هستن. طبقات دیگه مراجعه کنید دوستتون رو پیدا کنید. آره ولی تو این ساختمون فقط یه نفر هست که اسمش تئودور سچکراچی. البته من نمیخوام مزاحمتون بشم اصلا، چون میدونم امروز نهار رو قرار رو با مارتا بره بیرون. بله ولی شما این از کجا میدونی؟ خب تولد 45 سالگیتونه دیگه. بفرمایید. اینا آماده چاپ هست؟ همشون. صحافی هم شدن؟ خب البته اینا رو پسرم ملوش به هم چسبونده، خودم هم با ماژیک روشون رو نوشتم. البته میدونی که این روزا نمیشه به صحاف جماعت اطمینان کرد. بله همیشه احتمال این که نوشته اونجا گم و گور بشه یا بفرستن خمهش کنن زیاده. بله خب البته نه مال منو. نه درباره چی هستن؟ در مورد همه چیز و همه کس. همشون؟ همشون. اجازه میدیم براتون بگم؟ بله. اینا که داستانای کوتاه، اینا هم سخنرانی ها. همون داستانای وطن از دست رفته. البته من اسمش عوض کردم ها، اسمش رو گذاشتم داستانای کوتاه از شهر ما. تو ما یه قصه کوتاه چخوفه دیگه. چخوف؟ آره. یه نمایشنامه هم دارم. نمایشنامه شما؟ آره اسمش هم گذاشتم یه کمدی غمگین. یه کمدی غمگین. بله خیلی جالبه. بله خب خب ممکنه البته اسم با مسمایی نباشه ولی حقیقت محضه. میدونین تا اونجایی که من خودم شخصا با ارسطو حال کردم، نویسنده هرگز نباید در مورد حقیقت مرتکب اشتباه بشود. از میخوام شما فن شعر ارسطو رو خوندی؟ خب البته گاهی ولی بیشتر شنیدم. بیشتر شنیدین؟ بله. حالا چقدرش رو خوندین؟ چقدرش رو شنیدین؟ خب حالا ما نخوندیم، شنیدیم. شما باید حالا ما رو بگیری؟ شما همه چی رو خوندی، چی نشنیدی؟ من خیلی عذر میخوام، اصلا قصد جسارت کردن نداشتم. قربونت برم. به شما بگم که من در مورد ارسطو خیلی شنیدم. بله. یه بخشی از این متون اصلا در مورد ارسطوه. عوض میخوام، نویسندگی شغل شماست؟ نه خیر. از شما شغلتون چیز دیگه ایه. بله. یعنی شما در کنار شغل ارسطو این همه چیز نوشتین؟ از همه جالبتر این که نمایشنامه هم دارین. خب البته ریا نباشه. بله. تو خونم تو مایه های این هوا نوشته دارم که هنوز فرصت نشده صحافی بشن. جدا؟ شما واقعا قابل ستایش هستید آقای لوکا لابان. بله. من خودم تا دو ماه پیش شغلم نویسندگی بود. میدونی توی زندگیم چند جلد کتاب تونستم بنویسم؟ بله بله دو جلد بیشتر ننوشتم. اما چیزی که برام خیلی جالبه اینه که شما در کنار شغل اصلیتون چندین چمدون کتاب نوشتید. خب واسه اینکه من تو کارم جدیم. بله یعنی میدونی من حرفه‌ای عمل میکنم. باز میخوام تو این چمدونام پر از نوشته است؟ نه اون چیزای دیگه است. چیزای دیگه؟ چه جور چیزایی؟ مثلا چتر، پندک، سگ. سگ؟ کلا
تعداد کلاها زیاده؟ 11 تا. پس شما از اون دسته آدمایی هستید که عشق کلا دارن. نه من تو زندگیم غیر این کلا اصلا کلا نداشتم. نه منظور که شما کلکسیونر کلا هستید دیگه. البته کلا و چیزای دیگه. دوست عزیز، من از آشنایتون خیلی خوشحال شدم. این نوشته های شما رو میخونم، شما یه 10-12 روزی دیگه یه سری به ما بزنید. ببخشید من اون موقع نمیتونم خدمت برسم. چرا، مگه شما در بلگراد زندگی نمیکنید؟ چرا، نه اینکه یه عمل جراحی در پیش دارم. عمل جراحی؟ امیدوارم زیاد جدی نباشه. ممنونم، اگه زنده موندم که خب میام. اگه اتفاقی براتون افتاد با این نوشته هاتون چیکار کنم؟ اونا؟ بله. اونا که نوشته های من نیست. نوشته شما نیستن؟ نه. نوشته های کیه؟ جناب آقای. خب، واسه چی میخندین؟ چرا نخندم آقای محترم؟ شما از در وارد شدید با دو تا چمدون، حالا هم کلی نوشته روی میز من گذاشتید، ادعا میکنید که مال منن؟ اصلا اینا چی هستن؟ گفتم که من لوکا لابانم. حالا خدمت رو هستم که شما رو به جا نیاوردم. ببین، من لوکا لابان، مأمور بازنشسته سازمان امنیت. سلو دارم شما رو میپام. اصلا من مأمور شما بودم، مأمور جونتون، کارتون، نوشته هاتون، سخنرانی ها، این ورون ورفتن ها، خلاصه همه چی دیگه. پس میبینی که نوشته ها مال شماست. نوشته های من؟ آره. عذر میخوام، متوجه نمیشم چرا مال من. آخه ببینید که من همه چی رو ضبط میکردم، بعد پیاده میکردم، تحویل بالا میدادم دیگه. بابا 18 سال هم دیگه رو میشناسیم. خب بهتره بگم که من شما رو میشناسم. آخه ببینین، دقیقاً 18 سال پیش من مأمور شما شدم. 16 سال با کمال جدیت به کارم ادامه دادم تا اینکه بازنشسته شدم. و خب بالاخره این 2 سال آخرم به خاطر پسرم بازم ادامه دادم. خاطر پسرتون؟ آره دیگه، یعنی از من خواست که بازم شما رو بپام. من رو بپاییم؟ آره، یعنی از کاراتون یادداشت بردارم. پسر شما هم امنیتی هستن؟ پسر من استاد دانشگاه است. اونو به خاطر شما اخراج کردن. بله، به خاطر شما. به خاطر شما و همین نوشته. آقای محترم، رفتونتون هستم. معذرت میخوام، جلسه شما شروع شده. مارتا، لطفا بهشون بگید که من چند دقیقه دیگه با تأخیر میام. حالتون بده؟ نه، حال شما هیچ خوب نیست. خب چیزی لازم دارید بگید. دو تا فنجون قهوه مارتا لطفا. مارتا چیزی نیست، فقط ازتون خواهش میکنم که به این ابله ها بگید کمتر سر صدا بکنن. خودم تا چند لحظه دیگه میام. بهشون گفتم، میگن دور هم جمع شدن، میخوان تولد شما رو جشن بگیرن. مشروب و غذا هم سفارش دادن. اینا تولد منو جشن بگیرن. همه کارگرهای چاپخونه دور هم جمع شدن، باهاشون حرف نشد، اونا هم کلی بهم بده بیرو گفتن. معذرت میخوام. بله. اینجا به هتل دید نداره؟ به هتل خیر. خانم خیلی به شما احترام میذاره. بله. یعنی اصلا شما رو دوست داره. میدونی که چه بلایی سر شوهرش اومد؟ بله، اطلاع دارم. بله. ظاهرن سرطان خون دارن، ولی در اصل تو بیمارستان خودکشیش کردن. نمیدونستم موضوع اینطور بوده. و بعد همون ماجرا دخترش به این روز افتاد. داره بدبختیه. البته پای خودشم رو کوش خرده دست هم اینجاست که بخره. ببخشید من کمرم درد میکنه، ایرادی نداره بشینم؟ نه خواهش میکنم، ببخشید. نه من جای نرم نمیتونم بشینم، اگه ایرادی نداره. نه خواهش میکنم، تمام نمیکنم. ممنونم. اون موقعی که میتونستیم جای نرم بشینیم هیچکی تعارفمون نمیکرد.
حالا که نمیتونیم زرت و زرت. سیگار خدمت. نه نه نه، من حین خدمت سیگار نمیکشم. بر میدارم، ایرادی که نداره. نه اصلا چه ایرادی داره، من اینو با کمال احترام تقدیم میکنم به شما. مگه یادگاری نیست؟ ببخشید چرا میگید که پسرتون به خاطر من از کار برکنار شده؟ خب به خاطر شما هم نبود، خودتون همین چند لحظه پیش فرمودید. نه به خاطر نوشته هاتون بود. نه اینکه استاد دانشگاه است، از روی نوشته ها تدریس میکرد. حالا کدوم یکی از نوشته های من انقدر مشکل آفرینه؟ همشون. شما خودتون مطالعه بفرمایید دیگه. چیز هست؟ جدابه رومان ها یه قصه کوتاه. سخنرانی. اینا که سخنرانی هست دیگه. البته گفتم دیگه، اینا همه رو ملاش تنظیم کرده. برای که من که سواد این کارا رو ندارم. هنوز خیلی از چیزای اینا رو نفهمیدم. ولی خب از قصه ها خوشم اومده. یعنی میدونی زدی. زدم؟ آره دیگه. دو سه تا شعرام حفظم. میدونی برای که یک واقعیت هایی توشه که بالاخره هر خری میفهمه. اینم که همون سخنرانیاتونه، جلد اول دیگه، همونی که پته بالایی ها ریختی رو آب. البته ببخشید من در مورد نوشته های شما اینقدر سطح پایین حرف میزنم، اگر ملوش بود اون میتونست حق مطلب رو ادا کنه، نه اینکه استاد دانشگاه است. من بالاخره یه امنیتی هم دیگه. نه شما آزادید هر جور که دوست دارید در مورد اینا قضاوت کنید. من میتونم یه چیزی رو بیشیله پیله به شما بگم، یعنی سربسته بین خودم و خودتون. بله. 18 سال پیش دانشکده ادبیات. بله. که شما سخنرانی داشتی و در مورد آزادی حرف میزدی. خب اون اولین ماموریتم بود دیگه، من با لباس مبدل قاطی دانشجوها بودم و سخنرانی شما رو ضبط کردم. خب اون موقع به نظر من شما جوون خیلی خطرناکی بودی. سخنرانی رو ضبط کردم، پیاده کردم، دو نسخه دادم تبریز بالا، یه نسخه‌ام خودم دودره کردم آوردم خونه، چون میخواستم بخونم ببینم چی تو مخ شما میگذره. اونجا که نفهمیدم شما چی گفتی. وقتی که اونو خوب خوندم به این نتیجه رسیدم که ببخشین شما رو باید کشت و تصمیمم گرفتم. گفتم هر وقت شما رو مست تو خیابون ببینم ببخشین این سگ ولگرد زیرتون کنم. شما میخواستی منو مثل یه سگ ولگرد زیر بگیری؟ آره. البته خب رئیس هم رأیمو زد، گفت لوکا چرا ما باید خیابونای تمیز وطن رو با خون یه سگ به گند بکشیم؟ شما میخواستی من شوخی میکنی؟ نه 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 کاملا جدی میگم، خدا نجاتتون داد. وگرنه خب این همه بدشانسی توی این مملکت اتفاق میفته یکیشم شما. خب چرا من؟ برای که من اون موقع از صمیم قلب و با تمام وجود یه کمونیست مؤمن بودم. و وقتی شما تو سخنرانیتون میفرمایید که آزادی با آزادی کلام شروع میشه و طبیعت میلیون ها سال طول کشید تا تونست میمون رو تبدیل به انسان کنه، ولی کمونیست ها در عرض همین چند سال هرچه انسان رو تبدیل به میمون کردن، خود شما جای من باشی چی میگی؟ من چون این حرف رو بله زنم؟ این همین اینجا هست. آه. کلمه به کلمه. اجازه بدید ملوش تنظیم کرده. بخون دیگه بخون. عذر میخوام، شما نمیخواییم پالتوتون رو در بیارین؟ نه 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 نه. گرمتون نیست؟ نه من هیچ وقت و هیچ جا هیچی از تنم در نمیارم، یه عادت شغلیه. ببخشید چرا؟ خب شما فکر کن که مثلا یکی میخواد در تا من بیام پالتومو بپوشم که رو جیم شده رفته؟ شما را از جواب بده. بله آقای محترم، من چند بار باید خدمت
اجازه بدید حالا که شما دارید اینطور گستاخانه با من صحبت میکنید، خودت برو گم شو مرد کعوزی. منو تهدید میکنی؟ کی من؟ نه حالا ببینید، همونجور که به خدمتتون گفتم این جلد اول سخنرانی هست، با اون دو جلد میشه 1365 صفحه و گفتم دیگه ملوش تنظیم کرده، موضوع بندی تو 14 فصل و از همون سخنرانی اولتون هست تا همین سخنرانی که آخریا کردیم. محترم اجازه بدید اگر کسی قصد اینو داشته باشه که بخواد منو احمق و دیوانه جلوه بده، آینده خوشی در انتظارش نیست. به جان ملوش، یعنی به من نمیاد پلیس امنیتی باشم؟ آقای محترم، ادبیات که شما تو دفتر کار من دارید به کار میبرید اصلا شبیه پلیس امنیتی نیست. خب من ممنونم. یعنی میدونید من ادبیات خودم و مدیون ادبیات شما دیگه. خب ولی خب شما به من مدیونی، میدونید، برای که تو این سالا هرچی گم و گور کردیم خب واسه تون آوردم. ببخشید اگر اشکالی نداشته باشه من باید این اوبرکوت همو در بیارم. خب حالا که اینجوریه منم با عزتون پالتومو در میارم. چیزی نیست. پس چرا کتتون رو در آوردین؟ به خاطر که اون پالتوشو در آورد. به همین خاطر رنگتون پریدین؟ مارتا چیزی نیست، بعد از طرف فرصت همه چی برای تعریف میکنم. خب میخوایی پلیس رو خبر کنم؟ نه آنجلیکا رو؟ بله. چرا؟ چون توی چشم مسئول خرید آب جوش ریخت و کورش کرد. میلان ریزه رو؟ برای چی؟ خب ازش حامل شده بود، اونم بهش گفت تو بچه نمیخوام، نه تو رو میخوام نه بچه رو، اونم آب جوش ریخت توی چشمش. ببخشید ممکنه توی قهوه زیاد شکر ریخته باشه. خب زودتر میگفتیم. ببخشید لازم اینجا باشم؟ بله لطفاً. شما فرمودید که اینجا یعنی اصلا به هتل دید نداره؟ تا اونجا که من اطلاع دارم خیر دید نداره. البته آدم لشی بوده. بله؟ همین میلان ریزه رو میگم حقش بود. ولی شما رو نکته جالبی انگوش گذاشتی ها. چه نکته ای؟ همین که در مورد من فرمودین، یعنی ادبیات من همچین بالاست مثل بقیه امنیتی ها در پی طرف نمیزنم. تو این 18 سال خب من به طور مرتب خب با ادبیات شما سرکار داشتم و یعنی میرفتم تو ته دیگه. یه چیزی یادم من حسابه بگم، اینم که همش اینجاست. اما اون موقع من فکر میکردم که ارسطو و افلاطون و نیچه و هگل و اینا دیگه همه جاسوس خارجی هن که با شما همکاری میکنن. بگو شما. البته باید خدمتتون عرض کنم که صحبت شما چندان دور از واقعیت هم نیست. من هم هر روز دارم با همونا کار میکنم. یعنی؟ تو کتاب خونم؟ آبا با الان که حالیمه. نه اون موقع رو میگم. بازه شما فکر کن یه آدم مثل من خب دو سه کلاس بیشتر سواد نداره دیگه، و وقتی یه سری اسم قلمبه سلمبه میشنوه
که به شما بگم این همین اسمم توی این سفارت‌های خارجی دارن کار میکنه. با خود چی فکر میکنه؟ نه؟ ولی خب مارکس و انگلس و لنین و اینا رو نهالیمه. داری دیگه در مورد بقیه کدوم ها؟ همین نیچه میچه و اینا دیگه مثلا شما رو کافکا بقی اسمه نه چطه میکرد این قضیه زیر گرفتن من هم که شوخی بود دیگه نه بابا اون جدی بود جدی میگم اون شایی بود که شما کانون نویسندگان به رفیق تیتو بد و بیرا میگفتی ما اومدم بیرون و ماشینم روشن کردم منتظر بودم شما بیای بیرون و دیگه بالاخره آره و ببخشین شما از بس دیگه ولاجی میکردین خب دمدمای صبح خوابم برد یعنی چندین بار تا حالا تصمیم گرفته بودم که شما رو بکشم ولی خب میبینین که نشد البته بگم چند بارم شما رو من از مرگ نجات دادم چون اگه من شما رو از مرگ نجات نداده بودم که شما الان اینجا نبودی بله خب من واقعا از شما سپاسگزارم پس من تولد 45 سالگیم و مدیون شما هستم ببخشید اشکالی نداره که با هم دیگه یه دو پک بزنیم چه اشکالی داره؟ ایرادی نداره که منم بشینم؟ تمنون میکنم دستتون میلرزه ببخشید راحت باشین خب سلامتی 45 سالگی شما این عرق رو ایوان کشیده نه؟ به جان خودم توی این 18 سال عرقی به تمیزی این عرق ایوان عموی شما نخورده بودن اصلا سردرد ندارم عذر میخوام شما عرق عموی منو کجا خورده؟ تو قطار از تئاتر برمیگشتیم شما بودی من بودم بچه های نویسنده ها بودن شما در مورد هاول حرف میزدی ملوش همه اونا رو اینجا آورده با عزتون الان من اجازه بدین در تئاتر هاول بیشتر شخصیت خود او مد نظر است شخصیت اصلی هاول شخصیت تراژدی است نمایش‌های هاول به میل خود او آغاز شده و به ناب درخواست ماموران دولت پایین کشیده می شود بعضی از شخصیت‌ها بعد پایه و اساس قوانین استنیسلافسکی بازی می کنند وقتی او در کارخانه آبجوسازی مشغول به کار شد ممنوع کار شده بود که آره جعبه ها رو روی شانه های خودش هم میکنه همه چیز واقعی جعبه ها و شانه های و هنگام حمل جعبه روی پشت خود بازی نمی کند بلکه عملا این کار را انجام میداد همه چیز به جز زندگی شخصی او به هاول تعلق دارد در تاعت فاصله گذاری مدرن تر از این من معذرت میخوام من هنوز همین معنی فاصله گذاری رو نفهمیدم الیناسیون در تئاتر فاصله گذاری مدرن تر از این امکان نداره در آثار او از یک جای زندگی واقعی پایان میاد و هنر آغاز میشه شخصیت های او اغلب رفقای واقعی اش هستند حتی کوچکترین نقش ها با اینکه تئاتر رو کارگردانی خوبی نداشت ولی کار سختی بود پس از پایان نمایش به جای فرو افتادن پرده میله های زندان پای میاد واسلاو هاول یک نویسنده جهانی است هاول همیشه به نام مردم محکوم میکرد اما وقتی عقیده مردم رو در مورد اون پرسیدن همه به عنوان رئیس جمهورشون انتخابش کردن از کنج زندان رسید به تخت پادشاهی سلامتی هاول معذرت میخوام ببخشینا بالاخره حالا که خودمونیم میخواستم بپرسم که یعنی الان که مثلا شما اومدین سر کار یعنی دیگه همه چی یعنی یعنی دیگه هیچ مشکل نیست همه چی درست شد؟ تردید نکنی جدی میگی؟ قربونه دارم تیتو با اون جبروتش خب رفت بعد شما میخوام بمونین؟ میز به کسی وفا نکرده اوش میخوام در مورد اون شب در کوپه قطار که فرمودین اوقات زیادی با هم دیگه بودین؟ آره بابا ببین من با لباس روزنامه فروش اونجا بودم چی با لباس مامور قطار
که من شما رو یعنی دعوتم کردی تو قطار یه پیک عرق هم بهم دادی. بعدم دیگه تا صبح 5 بود از همین عرق خالی کردیم دیگه با بچهای نویسنده. که شما گفتی بیا قطار رو بدوزیم شاید اینجوری یه چیزی گیر نویسنده بیاد. من؟ آره گفتی لنین هم این کارو کرده. خب البته این حرفا دیگه قدیمی شده. حالیمه. اوس میخوام مس بودم. تو چطور آخه ما؟ به جانم ناش این واقعیتی که گفتم. نه اصلا منظورم که اصلا چطور این اتفاقات افتاده؟ آه خب آخه ببینه همه مست و پاتیل بودین دیگه. یه هوا کمتر من. پس باید شما خودتون سانحه رو دیدین؟ خب اگه دیده بودم میذاشم اتفاق بیفته. پس کی منو پیدا کردن نجات داد؟ خب معلومه من. شما فرمودین که اونجا نبودین. خب نبودم دیگه. یه خانومی بهم گفت. چی گفت؟ گفت رفیقت از قطار پرید بیرون. رفیقت از قطار خب. پرید بیرون. آره آره ولی گوش کن من اومدم دیدم این در کوپه بغل توالت است وازه. شما فکر کرده بودی که این زنه که مأمور توالت بشه انعامم داده بودی آخه. واقعا به همین صراحت گفت رفیقت از قطار پرید بیرون؟ خب البته من جلوش وایسادم ها. گفتم خانم جون یک انسان از قطار پریده بیرون. بعد شما اینجا واسه منو نگاه می‌کنی. چرا رئیس قطار خبر نکردی؟ اون می‌دونی چی گفت؟ گفت خب اون که آدم نبود. مست و دامل خم بود. ولی خب من ترمز دست خودم کشیدم. ترمز قطار رو. بعد قطار که وایساد من اومدم پایین. اولین برف زمستونی خب نشسته بود. یه نمم بارون می‌زد. شما هم که کنار ریل افتاده بودی دراز به دراز و شکوفم زده بودی. من اومدم جلو شما رو بلند کردم و صورت رو گرفتم تو دستام که گرم شی. همچی که حال اومدی؟ ای گفتی چی گفتی؟ نه گفتی که منو ببریم پیش مادرم. منو ببریم پیش مادرم. در صورتی که اون خدا بیامرز 2 سال بود که عمرش داده بود به شما. منو ببریم پیش مادرم. سلامتی مادرتون. بازو میخوام اگر اشکالی نداشته باشه من باید گره کروبات و دکمه یقه‌مو باز کنم. خب اگه اینجوره بایزتون منم کتمو در بیارم دیگه. این چیزی نیست عادت شغلیه. همینجوری ببین اینه. حالا نه راحت باش. یعنی یه چیزی یادم اومد دیگه باید واسه تعریف کنم. یه دفعه یکی از این پیرپادر امنیتی همین تو مایه‌ی خودم دیگه رفیقای خودم به من میگه لوکا بیا با دوست دخترمون بریم پارک. آخه تو بگو به این میگه دوست دخترمون. جدی بگو یعنی دوست دختر آدم میشه. اینم که همیشه تو دست پا ملوه. این آقا چی میخواد؟ چیزی نیست مارتا چیزی نیست. بعد از سر فرصت همه چی برای تعریف میکنم. شما دوکی باهاتون رو باز کردیم به خاطر که اون کتشو در آورد. مطمئنی نمیخوای پلیس رو خبر کنم؟ مارتا گفتم که بعد این خودش پلیسه. خودشو کاری نکنی. من مطمئن ببخشید. نه شما راحت باشین با شما کار ندارم. مطمئنی نمیخوای پلیس رو خبر کنم؟ مارتا پلیس رو بگم شما بگم ببخشید. همه چیز رو میکنه. ببخشید. مارتا امر دیگه ای باشه. ببینید اون دیوونه اومده پیش دربون و میخواد شما رو ببینه. میگه شما خیلی بهش بی احترامی کردین. دائم داره به همه توهین میکنه، همه رو تحقیر میکنه. خبر دارین که این همونیه که قبل از شما تقاضای پستو کرده. یه دیوونه تر از خودش هم قولشو بهش داده. بله بله بهش بگید که من اینجا نیستم فردا بیام. تو خود تعطیله. تو پس فردا بیام. پس فردا شما نمیرسید. یا اون نماش که کتاب قرار داری. من بهش گفتم ولی اصلا نمیخواد صبر کنه. مارتا؟ مارتا؟ بله لطفا به این سرادار دمه در بگی که یقه این انسان ابله ها بگیری از اینجا بندازدش بیرون دیگه. نه بله معذرت میخوام. شما فرمودین که اینجا این اصلا عمرن به هتل دید نداره؟
این یارو همونی بود که 4 سال پیش میخواست شما رو بکشه دیگه. با صندلی زدم تو سرش. تو اونم میشناسی؟ میخواسته شما رو بکشه بعد من نشناسمش. البته با بطری زد تو سرم 10 تا بخیه خورد. بعدش وضعتون خطرناکتر شد. خاطرم نیست. اومدی رستوران دیگه یاد باشه. بعد گارسنا اومد جلو بپرسه که شما چی میخوری؟ شما هم نه برداشتی نه گذاشتی. گفتی اول این عکس رفیق تیتو رو بکشیم پایین. گفت عکس رفیق تیتو رو؟ گفتی آره بابا هر جا میریم زل زده ما نمیذاره غذای گلومو بره پایین. که بعد رفت با اون 4 تا گارسنای دیگه صحبت کرد که شما رو ببرن زیر زمین و دیگه بالاخره وارد یعنی ترتیبتون رو بدن. بعدش اون یارو هیکله اومد جلو. گفت شما فرمودین این عکس از دیوار بکشیم پایین؟ نمیشه قربونت برم چون این عکس رو دیوار نقاشی شده. شما هم گفتی که پس اسم این تیتوگرا رو عوض کنیم. واقعا من چون این حرفایی زدم؟ خب آره دیگه. فقط خاطرم هست که حسابی کتک خوردم. خب اگه من کارت شناساییمو نشون نده بودم نگفته بودم که خودم شنیدم این مرتی که به رفیق تیتو توهین کردن و میخوام ببرمش بالا که کشته بودنت. ولی لوکای عزیز من بعدش اصلا خاطرم نمیاد. خودم بردمت بیمارستان. فکتون شکسته بود. مختون آسیب دیده بود. همون شبی بود که شما ساعت پدر خدا بیامرزتو گم کردی. سلامتی بابات. گم کردن ساعت پدرم اون موقع از شکستگیام هم دردناکتر بود. اگه یادت باشه تو ساعت آخر عمرش یه یادگاری بسد نوشت. ایزه بده من. یه درده همه سب کن. این برای پسرم تا پدرت. ساعت پدرمه. برای پسرم تا لحظات آخر عمرش اینو نوشتم. بله نوشت ولی هیچ وقت اینطوری صدام نکرد. البته به شما بگم قصه اینو شما تو کتابت نوشتی. بعد 20 سال با هم دیگه آشتی کرده بود. ایاتون باشه توی خانه هنرمندان کافه اونوریه من با لباس روزنامه فلوش میپلکیدم دیگه که شما منو دعوت کردی سر میز تو یه گلاس عرقم بهم دادی. بعد گفتی که شنیدی بابات رفته بیمارستان و بعد شما رفته عیادت شد دیدی که داره به زحمت اینو میکنه. که شما اومدی بیرون که اون کارش انجام بده. بعد هم دیگه همون ماجرا که با چاقو دستشو میبره و میذاره زیر متکا و اینا دیگه. لوکا همرم کج نوشته. خدا بیامرزش. گریه میکنی؟ آره؟ واسی گریه میکنی؟ و ساعت پدرت که اینجاست نوشتهات که هست همه چی دیگه سر جاش روبراست. بیا بیا اینو بخور گریه نکن. بکن من واقعا من یه ساعت خریده بودم این همین وقتی که ملوش داشت بارشو یعنی تحویل میداد یواشکی اونجا براش کندم که با چاقو که برای پسرم ملوش پدرت بهش دادم. وقتی که رفت تو سالن ترانزیت یه نگاه سرسرکی بهش کرد و یه دستی تکون داد و رفت. به جان تو ببین دروغ نمیگم وقتی که از فرودگاه برمیگشتم خونه با خودم داشتم فکر میگردم که چرا پدران نمیتونن هر به دلشون رو به بچهشون بذارن و
وقتی هم که میزنم دیگه دیر شده. حالا حسن برای چی رم استرالیا؟ برای اینکه کمونیستا چشی دیدنشو نداشت، ولی در عزم میخواست حال منو بگیره. بگرنه برای کمونیستا چه فرقی میکنه که یه هلدنگی کمتر یه هلدنگی بیشتر؟ اینو خود شما. لوکا اینا چیه؟ اینا همون وسایل شما دیگه. من 18 سال آزگار دنبال شما رو افتادم، هرچی جا گذاشتی واسه جمع کردم. کانون نویسندگان، آن هنرمندان، اتوبوس، قطار، یوگسلاوی، اروپا، همه جا دیگه. ببین 5 تا 4 16 تا صندک. یازده تا کلا. این یکی رو شما یادت میاد؟ اگه گفتی مال کیه؟ این کلا دوست شاعرته. البته قصه این هم شما تو کتابت نوشتی ها؟ درباره این کلا؟ آره دیگه، که من با لباس روزنامه فروش میپلکیدم، شما منو دعوت کردی، سر میز دیگه پکرم هم بهم دادی، بعد تعریف کردی که چجوری کلا رو گم کردی و آگهی دادی روزنامه که هر کی واسهت پیدا کنه مژدگانی هم بهش بدی، و که تا اون روز چی 10 نفر واسهت کلا آورده بودن. بله لوکا، مجبور شدم 4 تاشم خریدم. حالا شما اینو یادت میاد؟ این هم هست. این دوربین گروبان مالکوویچه. گروبان مالکوویچ؟ آره دیگه، که شما کت چرمی تو دادی اینو گرفتی. چرا؟ زوروان گفته بود که جنگ دیگه، هر کی دوربین نداشته باشه زودتر کشته میشه. همون شبی بود که شما تعریف میکردین، یعنی اون قصه چگونه میتوان از شر اجداد خیش خلاص شد و نوشتین، میگفتین که یه سربای یه نونشیرمال درست میکنن این هوا، میزنن رو سر پدر بزرگه، بعد یه سنگ هم برمیدارن این هوا میکوبن روی همون نونشیرماله، که بعدم پدر بزرگه دیگه. خودتون میگفتین که اینا دیگه پیرپاتالن، به درد نمیخورن، فقط میخورن و میخوابن، باید از شرشون خلاص شد، که اسکیموها پدر بزرگه رو میبرن روی رودخونه، یه یخ زده یه سولاخ توی یخ ها میکنن، یه چوبم میدن دستش، میگن پدر بزرگ بشین ماهی بگیر، که بعدم خودشون میرن. برعکسش ژاپنیا دیگه، که نوه بزرگه یارو رو میبره توی اون سوراخ سنباهای کوه فوجی وسط زمستون میشونش، میگه پدر بزرگ بشین ببین کی بهار میاد، که بعدم میرن. فقط رادمیلوویچ میگفت که تو ده اونا قضیه انسانی تره، چون که دست پدر بزرگه رو میگیرن میارنش کنار بزرگ را، بعد یه مرغ هم آوردن، بعد مرغ رو ول میکنن توی وسط ماشینا، بعد به پدر بزرگه میگن پدر بزرگ مرغ رو بگیر، اونم که میره دنبال مرغه مرغ رو بگیر پدر بزرگ. لوکا من هر چی که گفتم و تو یادداشت کردی؟ همه رو ملوش تنظیم کرده برای شما.
شما الان اونجا رو نگاه کن، تو فهرست نوشته مرغ و بگیر پدر بزرگ. مرغ و بگیر کافه هنرمندان شی، اونجا هم خیلی با هم بودیم. تا جون قربونت برم، شما انقدر خودخواهیم که کسی رو غیر خودتون نمیبینید. وقتی هم مست میکنین دیگه بدتر. فقط یه بار زوروان رو منو دید، سگ داشت. زوروان به من گفت تویی که تو لباس نامرسون اونجایی. تو نامرسون نیستی، تو پلیسی. چون اگه نامرسون بودی این سگ به تو پارس میکرد. چون شما میدونی دیگه بالاخره سگم جرأت نداره به ما پارس میکرد. ولی زوروان یه نابغهی به تمام معنا بود. یه راست میگی. اون شب اونم بود، شما بودی، بچه های نویسنده ها دیگه تا صبح برای هم دیگه قصه تعریف میکردیم. قصه های یک و همه باحال. ملوش هم اونجا بود، دمدمای صبح که داشتم با ملوش برمیگشتم خونه، بهم گفت پدر. گفتم بله. گفت شما چرا توی اداره پلیس یه جایی درست نمی‌کنین که همین ادبیات شفاهی نویسنده‌ها رو که از ترس سانسور و زندان جرأت نوشتنش ندارن شما اونجا آرشیف کنین؟ گفت می‌دونین چه خدمتی به فرهنگ مملکت می‌کنین؟ که البته من قانع شدم. حالا اجازه بده من برات میگم چیکار کردم. صبح که رفتم اداره از کل پرونده شما یک کپی گرفتم آوردم بیرون دادم تحویل کی؟ ملاش، که تنظیم کنه دیگه. به سلامتی ادبیات شفاهی. بشین بشین. اوکا میتونم یه چیزی رو جسارتن ازت بپرسم؟ شما راحت باش. جمع قسم میخوری همه این حرفایی که الان زدی واقعا همش حقیقت داره؟ اصلا اسم واقعی لوکاس؟ یعنی زر زدم؟ نه نه، من منظورم این نبود. ببین این سر و صدا رو میشنوی؟ خب اینا چه ربطی داره؟ اینا دارن تولد منو جشن میدن، با این موسیقی محلی هم دارن هی یادآوری میکنن که من از کجام. فقط به ذهنم رسید من تازه گفتم شاید تو رو هم خونه فرستاده باشن اینجا، نه که با هم دجن. فقط رو همه حساب جمعه. ملوش، اگه میدونستم شما اینقدر بیمرامی لب به این عرق نمیزدم. من منظوری نداشتم، من فقط خواستم که این حقیقت برام روشن شد. اگه دوست شما مهندس یوکا اینجا بود الان چی میگفت؟ میگفت دروغ میگه چون که کمونیسته. یعنی من چون کمونیستم دروغ میگم دیگه. یعنی هدف وسیله رو فقط واسه ما توجیه سوارت کردن واسه شما که توجیه نمیکنه که من دروغ میگم. نه من همچین حرفی زدم. دروغ میگم. من تو چرا دلخور میشی؟ من فقط نه اینکه دروغ میگم. دروغ میگم. اینا چیه؟ اینا نامه های مادرت. نامه های مادر من؟ بله. شما که از بس خونه عوض میکردی که این نامه ها به دستت میرسید. آره من همه رو جمع کردم. چند باری خونه ما عوض کردم. از وقتی که من میشناسمت 26 بار تا. در حال آقای تا من کارم انجام دادم. این نوشتهات، اونم وسایلت، اونم نامه های مادرت، منم دیگه خداحافظ. شما پسر عزیزم تا، تو قول داده بودی که تولد پدرت بیای خونه،
برف اومد، کریسمس اومد، ولی تو نیومدی. اغلب نامه‌های من برگشت می‌خورن. به من احساسی دست داده که گویا آنها را برای خودم نوشتم. نمیدانم، شاید تو هنوز از دست پدرت ناراحت هستی. تو هنوز فکر میکنی که پدرت و نسل او مقصر به وجود آوردن این سیستم است، در حالی که من فکر میکنم بیشتر خود این سیستم است که یک عده انسانهای بدشانس به وجود میآورد. ببخشید اونجاشم، اما زیرش اونجایی که خط خوردگی داره که مادرتون نوشته 40 سال درس میداده اینا. 40 سال به بچه ها درس دادم و آنها رو امیدوار کردم که دوران بهتری خواهد آمد. و آنها هم به هر طریق این سالها رو پشت سر گذاشتن. ولی من مقصر نیستم. پدرت یک شبه پیر شد. گاهی فکر میکنم آدم ها دیگر نمیتوانن منتظر شوند تا پیر شوند. شاید فکر میکنن با پیر شدن احترامی که در تمام عمر در انتظارش بودند با آنها میرسد. پدرت همیشه به تو میگفت یارو، ولی او واقعا تو را دوست داشت. او تو را از تمام اطرافیانش بیشتر دوست داشت. طبیعی است که او روزی خواهد مرد بدون اینکه این را به تو بگوید. داروهایی که برایم فرستاده بودی به دستم رسید. راستش من سال هاست که دیگر دارو نمی‌خورم. من از روزی که تو ما را ترک کردی مریض شدم و برای این بیماری هم هنوز دارویی کشف نشد. من از تو تقاضای دارو کرده بودم با امید اینکه تو خودت آنها را برایم بیاوری. من توسط لوکا این نامه و دستکش ها را برای تو میفرستم. لوکا پلیس و دوست دوران دبیرستان پدرت است. پسر عزیزم، این روزها حالم روز به روز بدتر می شود. چشمانم دیگر خوب نمی بینی. اگر خواستی نامه برایم بنویسی، بهتر از نامه رو خودت برایم بیاوری. دوست. خیلی خوب، دیگه پیام نمیخواد گریه کنی. گریه نکن دیگه، چه فرقی میکنه؟ تو هم جای پسر من. حالا گریه نکن، اینو یادت میاد؟ آره، این برای پسرت خریده بودی برای جشن تولدش. برای پسرم وانیا. لوکا، اینو دیگه کجا گم کرده بودم؟ خب معلومه، کانون نویسندگان. لوکا، تو هنوز پسر منو میبینی؟ بزرگ شده. آره، حالش هم خوبه. با پدر خوندش میره باشگاه بسکت میزنه. یه قد پیدا کرده این هوا. دست من نزن. تو میخوای منو بیرون کنی؟ تو بهتره به جای این کارا لنکو پاچی دخترت رو تو خیابونا جمع کنی. خجالت. کتاب من کجاست؟ کتاب من کو؟ شما لعنتی ها دست به دست هم دادی تا کتابای منو نابود کنی. کتاب من کجاست؟ تو هم نریز پایی. به تو هیچ ربطی نداره. تو خود تو قاطی نکن بگم. کتاب من کجاست؟ با تو هم جمع کن، بذار روی میز. من گفتم تو خودتو. خیلی معذرت میخوام آقای لوکا، شما این؟ بله. من از شما خیلی خیلی عذر میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام. اجازه بدید برای اطلاعتون خدمتتون عرض کنم، بعد نوشته های خودمو میارم اینجا برای گرفتن مجوز. شما حتما باید منو ببخشید. من از شما خیلی خیلی عذر میخوام. من اونها رو خوندم. من از شما خیلی خیلی عذر میخوام. خیلی خیلی معذرت میخوام آقای لوکا. اجازه میدید یه خودکار تقدیم شما کنم؟ خیلی خوب، برو.
من از شما خیلی خیلی عذر میخوام. کیفه من از شما خیلی خیلی عذر میخوام. شما حتما باید منو ببخشید. من از شما خیلی جمع کن برو بیرون. اینا مارتا به رستوران اطلاع بدید که برای نهار نمیتونیم بریم، عوضش برای شام یه جای برای ستایمون رزرو کنیم. نهار رو کنسل کنم، برای شام برای سه نفر جا رزرو کنم. شنیدی که بعد از بیمارستان نمیتونه غذا بخوره؟ جا بارون گرفته. من همین آخری ها رو تاکسی کار میکنم. تاکسیم هم جلو هتل پارک کردم. از اینجام که به هتل دید نداره، فکر کنم تارا بردنش. تاکسی؟ لوکاتو هم راننده تاکسی هستی؟ چه ایراده داره؟ تعجب داره؟ تو مریضی، کمر درد میکنه، تو بازنشسته شدی، تاکسی چرا کار؟ خب شما دستور بده منو با رویز رویس ببرن این منو بر. تا من یه عمری مواظب شما بودم، یه امروزم شما مواظب من باش. فکر نکنم بتونی. سلامتی مواظبت. وضع مردم خرابه تا برای یه لقمه نون باید سگ دو بزنن. میدونی وقتی که من از کار اخراج کردن چه شغلی بهم دادن؟ گذاشتنم حراست این فروشگاه زنجیره‌ای که یعنی مواظب دله دزدا باشم. که یعنی این که اگه این دله دزدا رو از این مملکت پاک کنی وضع درست میشه، در صورتی که درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه دزد اصلی شادوز خودشونن. حالا لوکاتو از که راننده تاکسی شدی؟ خب از وقتی که شما ها اومدین سر کار دیگه. از وقتی که ما اومدیم سر کار؟ همین رفیقای شما. منظور از رفیقای من کیه؟ همینه که دارن حکومت میکنن، که خیلی کار درستن، که خیلی پاکن، که اصلا نمیدونن دزدی یعنی چی. همین تو نبودی که اون موقع میگفتی اونا برن هر کی بیاد وضع درست میشه؟ خب بفرما الان شما اومدین دیگه وضع درسته؟ یعنی شما رو از کره مریخ وارد کردن؟ خب تو هم مال همین مملکتی دیگه، تو با من چه فرقی داری؟ خب من چه ارتباطی با اینا دارم؟ من چه میدونم؟ من که الان دیگه سر کار نیستم بدونم کی پشتت به کی گرمه و اینا. تو چطور این حق رو به خود میدی که اینا رو دوستای من بدونی؟ من به خودم حق میدم؟ تو این مملکت به کسی چیزی میدن؟ فقط میگیرن. کارمو گرفتن، جوونیمو گرفتن، پسرمو گرفتن، این همه چیرم یه شبه میگیرن و از تو هم میگیرن. لوکا اگه اینا میخواستن این کارو با من بکنن خب تا حالا کرده بودن. میبینی که این کارو نکردن. خب تو هم الان داری دقیقا مثل همینا حرف میزنی. که خب تو چطور فکر میکنی که دوستای من باعث برکناری تو شدن؟ خب معلومه، مشخصه. برای این که تو 20 سال به این مملکت فوش و بد ویراد گفتی، الان گذاشتنت پشت میز، شدی رئیس، منشی، را به را قهوه، همه چی. ولی من 30 سال برای این مملکت سگدو زدم، الان آواره خیابونام. همه ی ارزش ها یک شبه عوض میشه. همه چی یک شبه عوض میشه. من با هیچ کدوم از این افراد دولتی هیچ ارتباطی ندارم. اصلا هیچ کدوم از اونا رو من نمیشناسم. خب
البته ممکنه تو اونا رو نشناسی. قبول. ولی اونام تا تو رو نشناسن میذارنت پشت این میز. از 60 گزینش باید رد شی. همه باید تاییدت بکنن. تو فکر کردی که بر اساس لیاقتت نشستی پشت این میز؟ اونم یه شبه؟ چرا که من لیاقت نداشته باشم؟ ها صلاحیت من خیلی بیشتر از این مدیرایی که سهمیه گرفتن و بعد از 2 سال دوره دیدنم همینجوری را برا بهشون میگن دکتر 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 دکتر. لوکا اینجا یک مکان فرهنگیه، خیلی عذر میخوام، نه اینکه هر در اتاعتی سرشو بنداز و بیاد تو. قبول. حالا یک سوال میشه از شما بکنم؟ بفرمایید. چطور تا دیروز هر کی پشت این میز میشست بی سواد بود، نوکر بود، جیرخار بود، همه چی بود، ولی از امروز هر کی میشینه بر اساس لیاقتشه؟ اونم یه شبه، یک شبه همه چی عوض میشه. خیلی خوب، ولی دیگه ولی داره؟ هیچ ولی نداره، هیچ ولی نداره. برای که من 30 سال برای این مملکت زحمت کشیدم، این گوه انداختنم تو خیابون. من حالا ازت خواهش بکنم این الفاظ لومپنی دفتر کار من به کار نبری، اینجا که کلانتری نیست. اگه واقعا دلت بخواد بدونی که منو چرا آوردن اینجا، بهتره بدونی که از من خواهش کردن که بیام اینجا، بیام اینجا و اینجا رو از یک مش آدم مفتخور که حتی قد دادشون 200 تا پاک کنم. 156 تا. 156 تا؟ 156 نفر اینجا. من گفتم 200 تا که میگم 156 تا. خب 156 تا، خب همین دادم خونواده آدم بیکار در مرز گرسنگی. لوکا باور کن فقط یه دیوونه میتونه اینجا کار بکنه، چون تا وقتی این سیستم موجود اصلا به کسی نمیشه کمک کرد. بله لوکا، من همینا رو بهتر از تو میدونم و اینم میدونم که قدرت کلمات کتاب خیلی از پلیس ارتش بیشتره. اگه همونجور که تو عقل داری کلی آدم منو تایید کردن، بقیم رو همه پروندهای من مهر تایید زدن که من مشکلی ندارم. لوکا، حد وقتی از اونجا شروع میشه که من باید بشینم پشت اون میز و اونقدر کار بکنم که کمرم از کار کردن بشکنه، در نهایت همین سقف رو سرم خراب شه. بله لوکا، در نهایت اینطوری میشه. اما اون چیزی که داره دائما ذهن منو آزار میده اونم اینه که میخوام بدونم این وسط تو رو چرا از کار برکنار کردن. آنها مرا همچون یک سگ از کار برکنار کردند، سگی که دیگر قدرت گاز گرفتن و پارس کردن ندارد. ببخشید از جمله شما نویسنده ها استفاده میکنم. این اصلا جملات ما نویسنده ها نیست، این چیزایی که تو از خودت داری در میاری. اصلا شما امنیتی ها همه تو وقتی به یه جایی که میرسید فکر میکنید بشین زر میزنه. این جملاتی بود که تو به بابات گفتی. کی گفتم؟ وقتی که پسرم به من گفت. حقیقت نداره لوکا، حقیقت نداره. من فقط برگشتم بهش گفتم که نسل شماها بدترین نسل یوگسلاوی بوده. همین. اونم به خاطر چی؟ به خاطر که مخالف بی‌عدالتی و موافق بی‌عدالتی، مخالف زورگوی و موافق زورگوی، مخالف دشمن خیالی موافق دشمن حقیقی. من همین حرفا رو زدم بهش لوکا. چیزی در مورد سگای روستایی حرفی بهش نزدم. در مورد سگای روستایی گفتی. گفتی تاجون، خودت تعریف کردی که وقتی سگای روستایی پیر میشن اونا رو قلادهشون رو میگیرن میبرنشون جنگل، بعد دور از چشم خانواده میکشنشون. همون سگایی که یه عمری از اون خانواده پاسداری کردن، همون سگی که اون خانواده بچه هاشون با گرفتن دستشون به پشمای همون سگه راه رفتن یاد گرفته. میکشنشون و بعد با قلاده همون سگه یه سگ جوان میارن تا اونم پیر شه. اینا همش توی کتابای تو هست، داستان قرامت یک سگ.
چه؟ من این قصه رو یادم رفته بودم. وقتی یادم اومد که ملاش میخواست بره فرودگاه به من میگه که پدر آژانس خبر کن که بریم فرودگاه. گفتم که خب پسرم من که خودم رو تاکسی کار میکنم میبرمت. بعد فهمیدم کسرشنش میشه که بفهمن باباش راننده تاکسیه. آژانس خبر کرد و منو با آژانس برد فرودگاه. اینا همش تو نمایش نامت هست. نمایش نامه من؟ بله. کدوم نمایش نامه؟ همین که امروز نوشتی. لوکا من شعر نوشتم، مقاله، رمان، داستان کوتاه، همه اینا رو نوشتم، ولی من شاید نمایش نامه لوکا نوشتی؟ نوشتی اینا میبینی؟ این یه عادت شغلیه، من هر وقت هر جا وارد میشم اینو روشنش میکنم. الانم روشنه. شما میتونی بری پشت ماشین تحریرت بشینی، بعد نوار اینو برگردونی و ایچی دیگه پیادش کنی. من لوکا؟ پکی من؟ من که دیگه نمیتونم، ملاشم که رفته خارج. پس تو بالاخره باید حرفه‌ای بشی یا نه؟ به جان ملاش، اگه من از اداره اخراج نکرده بودم میتونستم همین نمایش رو تو رادیو پلیس اجرا کنم. شما ببین چه نمایش عبرت آموزی میشد. اصلا میشه بردش رو صحنه. یعنی شما فکر کن که من، شما، مارتا، این دیوونه، خیلی نمایش باحالی میشد. خیلی خوب میشد. من یه چیز دیگرم باید به تو بگم. تو میدونی چرا من از اداره اخراج کردم؟ برای اینکه از اسناد محرمانه دولت کپی گرفتم، از اداره اخراج کردم، از پرونده تو، یعنی از اداره اخراجم کردن برای اینکه با شما سر کار داشتم. دائما خمر شدم برای اینکه با شما سر کار داشتم. پسرم از دست دادم برای اینکه با شما سر و کار داشتم. من الان باید بگم که به هیچ کی بدهکار نیستم. با همه تسویه حساب کردم، با شما و با کل این مملکت. و اون قلاده رو انداختم تو جنگل که دیگه نتونن یه سگ جدید باهاش بیارن. بازم که داری درباره سگ حرف میزنی. یه چیز دیگرم باید بگم که من تو زندگیم هیچ وقت کار پستی انجام ندادم، مگر اینکه مجبورم کرده باشم. تو یه کاری برای من میکنی؟ یه نامه برای ملوش بنویس. اون خیلی خوشحال میشه که از تو نامه دریافت کنه، چون میدونی نمیخوام که آدرسش بیفته دست این بچه امنیتی های جدید. براش بنویس که من و پدرت با هم نشستیم، حرف زدیم، عرق خوردیم و بحث کردیم مثل دو تا روشن فکر. آه.
میده، اینم آدرسشه، نامه خودشه. بلای میراش بود. لوکا میخوای بری؟ بله من میرم، اما قرار بود که شام رو با هم بخوریم. متاسفی شروع کلیدار رو گذاشتیم بینیم. خب من دیگه اینجا نمیام. شما دیگه اینجا نمیان؟ چی شده؟ مارتا، من همه چیو درباره شوهرت اطلاع پیدا کردم. تو که آدم سیاسی نیست. پای پاماده است. بهتر همینجا بمونی. اصلاً مشغول کار خودت باشه. ببینید. شکر من با آدمایی که اینجا کار میکنن نمیتونم. ببریه. همینجا بمون. در ضمن شنیدین که لوکا چی گفت ها؟ مرتا به فکر دخترت باش. میبرمش، یادتون میاد؟ همینجا بمون، به فکر دخترت باش. فکر میکنه اگه نمیتونم از اینجا بری شغل بهتری پیدا میکنی. شبه سختتر میشه برام. همینجا بمون، سرت کار خودت باشه. من هم میرم با اونا صحبت میکنم، بهشون میگم که اصلا یه طور برو ببرم از توی یکی این مارتا. مارتا مارتا که رفت، لوکا هم رفت. از تکلیف من چی میشه؟ سلام. سلام، بفرمایید. شما منو نمی‌شناسی؟ نخیر. شما واقعا منو نمی‌شناسی؟ من خیلی عذر می‌خوام، شما رو به جا نمیارم. ایرادی نداره چمدونمو بذارم زمین.